دقیق بفرمایید. یکی از انواع بسیار مهم سوال که معمولاً دیده میشه در آزمون‌های زبان دکترا مثل EPT، MSRT و غیره، سوال در مورد صفات شمارشی هست. صفاتی مثل FU، ELATAV، ELITEL، SAM و غیره. خوب دقیق بفرمایید، خواهش می‌کنم. دوستان، FU به معنی تعداد کم هست، یعنی برای اسمای قابل شمارش استفاده میشه. من میخوام ببینم کدوم یکی از این گزینه‌ها اشتباه است. FU اسکول. خب دوستان، FU وقتی که میاد، چون به معنی تعداد کم هست، خب بر صورت بیشتر از یک هست، بنابراین باید اسکول در اینجا جمع بسته میشد، یعنی باید میگفت a few schools. پس این گزینه در واقع این اشتباه این هست که اسم رو در واقع به صورت جمع باید استفاده میکرد اما مفرد رو a few تعداد کمی schools اوکی، ولی به صورت مفرد استفاده کرد در اینجا و این اشتباه هست. اما گزینه دوم elitel sugar. خب elitel یعنی مقدار کم. خب به دنبالش هم یک sugar، یک اسم غیر قابل شمارش استفاده شده، مقدار کمی شکر. هیچ مشکلی هم نداره چون elitel برای اسمهای غیر قابل شمارش هست و اسمهای غیر قابل شمارش مثل oil، sugar و غیره همیشه دوستان به صورت مفرد باید استفاده بشن. اسمهای غیر قابل شمارش یعنی اسمهایی که مقدار دارن، اینها هیچ وقت جمع بسته نمیشن دوستان. خب اما گزینه سوم گفته ELATAV students. خب ELATAV دوستان مشترک هست، به معنی هم مقدار زیاد هم به معنی تعداد زیاد هست، بنابراین ما میتونیم برای اسمای قابل شمارش استفاده کنیم مثل student که جمع هم بسته شده، کاملا هم درست است. برای اسمای غیر قابل شمارش هم میشه استفاده کرد. مثلا من میتونم بگم ELATAV sugar یعنی مقدار زیادی شکر، هیچ اشکالی هم نداره. اما گزینه چهارم گفته several oil. several دوستان به معنی تعداد زیاد هست، یعنی فقط و فقط برای اسامی قابل شمارش میشه استفاده کرد. مثلا میگیم several weeks یعنی هفته های زیاد، تعداد زیادی هفته. several schools ها یعنی مثلا مدارس زیاد. باید به دنبال several دوستان فقط اسمای قابل شمارش استفاده بشه و oil یک اسم غیر قابل شمارش هست، بنابراین oil نباید اینجا استفاده میشد. دوستان عزیز، این یکی از نکات خیلی مهمی است که معمولا در آزمون‌های مختلف مثل EPT، MSRT، MHLE و غیره دیده میشه. برای تهیه پکیج کامل که شامل نکات مختلف قسمت‌های مختلف این آزمون‌ها هست میتونید با ما تماس بگیرید.